سلام دوستان خب تو اینجا میخوایم در خصوص میانگین متحرک نمایی یا یک نواخت نمایی یک نواخت سازی نمایی با هم صحبت بکنیم خب یک نواخت سازی نمایی یکی از روی کردها برای تحلیل سریه های زمانی هست یعنی داده هایی که بر اساس زمان جمع آوری شدن و ما تمایل داریم که اونا رو تحلیل کنیم یا اینکه مثلا دوره بعدی رو میخوایم پیش بینی بکنیم که یه نوع تحلیل هستش خب ما تو اینجا میخوایم از افزونه دیتا آنالیز استفاده بکنیم برای میانگین متحرک نمایی که اگر این افسونه رو اینجا نمیبینین باید بیاین تو قسمت فایل آپشنز توی قسمت ادینز گورو بزنین این دوتا تیک مربوط به آنالیز ها رو باید بزنیم و بعد اوکی کنیم که اینجا اون وقت این دیتا آنالیز رو میبینیم خب فرض کنیم من تقاضای کل برای محصولم رو توی ماهای مختلف دارم از سال 2009 تا سال 2012 حالا کاری که میخوام بکنم میخوام همینا رو تحلیل بکنم همین که میخوام از طریق این تحلیلم بتونم باسه دوره بعدم رو پیش بینی بکنم که بتونم حالا واسهش برنامه ریزی بکنم چقدر موجودی لازم دارم موجودی مواد اولیه لازم دارم چقدر باید تولید بکنم و کارهای دیگه ای که میتونم بر اساس اون انجام بدم خب ببینید روی کرده یک نواخسازی نمایی این هستش که میگه دوره بعدی وابسته است به داده های گذشته در کل دوره قبلی که داشتیم یعنی من الان اینجا چون بازم از یکه مثلا 2009 هستش تا دوازده 2012 اگر بخوام ماه بعد رو پیش بینی بکنم میتونم بگم که این وابسته است به تمامی داده ها در دوره قبلیش اما این وابستگی به دوره های جدید تر بیشتره با ذریب بیشتری با اهمیت بیشتری به این دوره های جدید تر نگاه میکنم و هر چقدر به قدیم تر میرم این اهمیت کمتر میشه کمتر میشه تا به اینکه به دوره اول برسم پس این دوره اول که من تقاضا رو داشتم هم تاثیرگذار هست بر آخرین پیشبینی من اما میزان تاثیرگذاری اون توی یک نواختسازی نمایی خیلی کمتر هست نسبت به دوره قبلی خب چطور میتونیم این متحرک نمایی رو اندازی کنیم؟ من اینجا فرمولش رو قرار دادم براتون میگه دوره اول دوره صفر رو برابر با دوره خود تقاضا قرار بدیم خب یعنی اگر من میخوام این رو پیش بینی بکنم اس صفر من برابر با خودش میشه دوره بعدی این S0 یعنی دوره بعدی و حالا وقتی که بخوام واسه دوره بعدش رو اینجا رو پیش بینی بکنم یعنی ای این یعنی تی پیش بینی من هست یه ضریبی ضبط داره تقاضای دوره قبلی میشه که این هستش به اضافه این ضریبه بین صفر و یک به خاطر یک منهای همون ذریبه زب در پیش بینی دوره قبلی که اینجا به دست آوردم و در حال حاضر نیستش خب حالا این ضریبه چیه؟ بهش میگن اسموتین فاکتور یعنی فاکتور یک نواخت سازی هر چقدر بیشتر باشه من به دوره های جدید تر اهمیت بیشتری میدم هر چقدر بیشتر باشه این ضریبه آلفا یعنی به یک نزدیکتر باشه تعداد دوره هایی که دارم به نظر میگیرم کمتر میشه و در واقع مثلا اگر آلفا 90 باشه این دوتا بیشترین تاثیر رو خواهد داشت این دوتا و مخصوصا این آخریه اما اگه آلفا نزدیک به صفر باشه یعنی کمتر باشه به میانگین کلشون انگار نزدیک میشه یعنی انگار دارم از کلشون میانگین میگیرم خب ببینین اینجا وقت من به آلفا میگم اسموتین فاکتور به یک منهای آلفا هم میگن دامپینگ فاکتور یعنی فاکتور کاهنده مقداری که باعث کاهش میشه خب چرا این رو گفتم به خاطر اینکه دیتا آنالیز رو اگر بریم ما توی قسمت اکسپوننشیال اسموتینگ اگر اوکی رو بزنین اینجا من دامپینگ فاکتور رو دارم یعنی فاکتور کاهنده رو دارم عکس این آلفا رو باید بذارم خیلی هم ساده هستش اول میگه رنج ورودیت رو تعیین کن یعنی این تقاضایی که میخوام روش تحلیل رو انجام بدم رو باید سلکت کنم اگر من از سلول C2 شروع کردم یعنی از اینجا دارم شروع میکنم اگر از C1 که الان لیبل من هست که نوشه دیمند من توتال دیمند من هست شروع میکردم با این تیک لیبل رو میزدم بعد دمپینگ فاکتور رو بعد ازارم که اینجا دقیقا عکس آلفا ایکس تی هست بیاییم سه تا فاکتور متفاوت رو در نظر بگیریم مثلا الان من اگر هشدهم رو در نظر بگیرم اینجا هشته هم چون گفتم عکس آلفا هست داره در نظر میگیره به میانگین کل نزدیکتر میشه انگار که من دارم از کل این داده ها میانگین میگیرم پس انتظار دارم پیش های من یک نواختر باشم بالا پایین ها رو بیشتر از بین ببره یه چیز اسموت تری باشه چرا چون انگار دارم مثل عادی اوریج میگیرم فقط یه مقدار هشتدهم هشتدهم هست یعنی خیلی هم عادی نیستش دیگه خب آتبوت رنج من رو جلوش در نظر میگیرم بهش میگم چارت رو به من نشون بده و انحراف خطای پیشبینی من رو هم محاسبه کن و بعد اوکی okay. میبینیم که خیلی سریع این محاسبات رو انجام داد و روبروش با سما قرار داد و یه نمودار رو هم با من کشید من نمودار رو بزرگ میکنم میبینیم که چقدر یک نواخت کرده و این بالا پایین ها رو از بین برده و پیشبینی ها خیلی نزدیک هم هستند. من میتونم مواردی که استثنا هستم مثل این و این رو خیلی خوب تشخیص بدم اینجا و بتونم بگم که چرا این اتفاق ها افتاده چرا تو این زمان ها تقاضا رفته بالا علت رو پیدا بکنم و بگم چه کارهای مناسبی انجام بدم یا چرا اینجا ها تقاضا اومده پایین علت رو پیدا بکنم و بتونم اقدامات اصلاحی انجام بدم پس اگر من دامپینگ فاکتور بالا در نظر بگم یا آلفای کوچیک در نظر بگیرم در واقع باسه تحلیل داده های گذشته خیلی خوب و مناسب هستش خب بیایم اینجا توی اولی مقدار پیش بینی رو در نظر میگیره من اینجا پیار دی میذارم و اینجا هم مقدار انحراف خطا رو در نظر میگیره چجوری اومده حساب کرده همونطوری که توی این فرمول هستش اولی که وجود نداره به خاطر اینکه پیش بینی نیست صفر هستش و ما نمیتونیم دیتایی رو پیش بینی بکنیم اولین دوره هست دوره بعدی یعنی پیشبینی بعدی که اس صفر من هست برابر با تقاضای قبلی که اینجا هست در نظر میگیره که ببینید فرمولش رو هم دقیقا اینجا قرار داده حالا اگر پیش بینی دوره بعد رو بخوام در نظر بگیرم چی میشه میشه دامپینگ فاکتور من که در نظر گرفته یک من های دامپینگ فاکتور من که همین الفا من هستش گفتم عکسشه دیگه پس الفا دو دهم میشه ضرب داره x t یعنی مقدار تقاضا در دوره قبل که میشه این مقدار این مقدار ضرب در دو دهم ده به اضافه یک منهای آلفا که همین دامپینگ فاکتور من هست که 8 دهمی ده هست که انتخاب کردم ضرب در مقدار پیش بینی دوره قبل یعنی اینجا الان دودهم دهم ضرب در این مقدار تقاضای قبلی به اضافه 8 دهم ده ضرب در مقدار پیش بینی دوره قبلی من شده و اینجا مقدار پیش بینی دوره بعد رو حساب کرده و این روی کرد رو رفته تا آخر. اینجا همه رو فرمول قرار داده. مثلا اینجا هم نگاه کنین مقدار تقاضای دوره قبلی ضبط در 2/10 به اضافه 8/10 در پیش بینی دوره قبلی که داشتم. و این رو تا آخر رفته یعنی پیش بینی دوره بعدی من رو از این طریق به دست آورده که شده ن. خب این میشه الان با آلفا دو دهم ده یا دامپینگ فاکتور هشت دهم ده بیایم با یه دامپینگ فاکتور دیگه هم محاسبه کنیم مثلا دو دهم ده رو در نظر بگیریم حالا یعنی آلفام و بزرگ در نظر گرفتم تو دو, دو قبلی آلفام کوچیک بود دامپینگ فاکتور بزرگ بود اینجا آلفا کوچیکه اینجا آلفا بزرگه و دامپینگ فاکتور دو دهمه ده خب رنجم رو عوض میکنم به جای اینکه رو قبلی ها بخواد بندازه میام اینجا F2 رو در نظر میگیرم خب اینجا میبینیم که الان دو امودار رو با سمند به دست آورده اگر بزرگ کنم میبینیم که چقدر بالا پایین ها رو بهتر به دست آورده چرا؟ چون به داده های جدید تر اهمیت بیشتری داده این باسه پیش پیشبینی کردن بهتر هستش الان اینجا این رو زیرش میذارم ببینید تو قبلی وقتی که آلفا من کوچیک بود خیلی یک نواخت می شد اما اینجا بالا پایین ها رو پیش بینی کرده اینجا من بهتر میتونم نقاط دور افتاده رو به دست بیارم و ببینم کدام ها بودن اینجا واسه پیش بینی بهتر هستش یعنی الان من دوره بعدی رو که اینجا پیش بینی کردم نگاه کنید هشدهم ضبط در تقاضای دوره قبلی به اضافه دامپینگ فاکتور دودهم ضبط در پیش بینی قبلی مقدارش رو در ورده 3709 که میگه به این مقدار دوره قبلیش نزدیکتره این میشه پی آر دیه مثلا آلفا هشته هم. اینم میشه آلفا دوده هم. خب یه چیز دیگه که در مورد انحراف خطا صحبت نکردیم تو قبلی حالا بیایم در مورد انحراف خطا هم صحبت بکنیم ببینین انحراف خطا رو میاد بر اساس سه تا داده گذشته اکسل حساب میکنه پس اینجا من حداقل توی چهار تا داده گذشته رم چرا چون اولی NA و سه تا دیگه داده باید داشته باشم تا بتونم انحراف از خطا رو حساب بکنم به خاطر همین این سه تا رو میذاره واسه اینکه اولیش رو حساب بکنم و میاد چیکار میکنه میاد از یه فرمول استفاده میکنه بذارن از این یکی انحراف خطا استفاده کنم که فرمولاش نزدیک داره میاد میگه مقدار تقاضایی که داشتم منهای مقدار پیش بینی که واسهش انجام دادم به توان دو پس مقدار تقاضا منهای مقدار پیشبینی به توان دو به اضافه مقدار تقاضای دوره بعدی منهای مقدار پیشبینیش به توان دو به اضافه مقدار تقاضای دوره بعدی منهای پیشبینی که انجام شده براش به توان دو که میشه مجموع مربعات انحرافش تقسیم بر سه که میشه میانگین مربط خطاش و ریشه دوم که میشه انحراف معیارش پس من در واقع انحراف میار خطاهام رو بر اساس سه دوره دارم حساب میکنم و هر چقدر این مجموعش مثلا کمتر باشه من رو یه دونه سامیشن میگیرم هر چقدر مجموعش کمتر باشه مقداری که پیش بینی کردم بهتر هست الان واسه این مقدار مجموع انحراف خطاهاش کمتر هستش بهتر فیت شده داده ها روش داده های مختلف نزدیکتر هم به اینجا اما اینجا انحراف بیشتر هستش خب یه مورد دیگه هم بیاییم مثلا با یه آلفای نیم در نظر بگیریم ببینیم چی به دست میادش دوباره دیتا آنالیز رو میزنم اوکی میکنم اینجا به جای دو دهم ده نیمه که وسط در واقع و اینجا هم میام رنج جدید انتخاب میکنم خب تو اینجا وقتی که نیم قرار دادیم میبینیم که نسبت به این بالا پایین های بیشتری داره یعنی این نقاطی که یهو تغییرات کرده رو سعی کرده به دست بیاره و نسبت به این اسموتر یک نواختره حالا بیایم ببینیم انحراف خطای کدوم یکی از این سه کمتر بوده ببینین وقتی که من آلفا رو میخوام ست کنم آلفا فرمول خاصی نداره که بگه آقا این آلفا رو بذاریم بسش حتما باید بیام آلفا های مختلف رو در نظر بگیرم دامپینگ فاکتورهای مختلف رو در نظر بگیرم و بر اساس بررسی کردن این انحراف خطا ببینم کدوم بهتر بوده یه سری فرمول ها هست البته باسهش ولی خب اونا هم در واقع مثل سیا خطا هستن و بهترینش همین سیا خطا یعنی 5 تا 6 تا آلفا حداقل مختلف رو در نظر بگیرم بیام انحراف خطا رو مقایسه کنم که الان انحراف خطا این باز از همه کمتره و میگه آلفا بیشتر باشه بهتره و باز 5 دهم از دو دهم بهتره و خب اینجا وقتی که من سعی خطا کردم میتونم آلفا مناسب خودم رو در نظر بگیرم با سه تحلیلی که دارم پس به دست آوردن آلفا یک جور سعی خطا لازم داره خب اینم میشه یک نواخت نمایی ممنونم از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگه برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت دیاکو دات کام، کانال یوتیوب دیاکو ltd دی و کانال تلگرام دیاکو ltd دی مراجعه بکنید